گلگشتی در گلها. بخش بزرگی از جاذبه موسیقی آوازی ایران به ویژه برای اهل فرهنگ و ادب از شعر درامیخته با آن برمیخیزد، تا آنجا که گاه به موسیقی بیکلام عنایتی نداشته و آن را ناقص به شمار آورده‌اند. با تکیه بر چنین پیشینه فرهنگی بدیهی است اگر بنیانگذار برنامه گلها داوود پیرنیا از همان آغاز کار توجه به اعتنای دقیق و پر از وسواسی در گزینش و نیز ادای شعر به کار زده باشد. شعرها را گمان می‌کنیم شورای کوچکی از نزدیکان ادبشناس و هم اندیشه پیرنیا انتخاب می‌کردند و ادا یا دکلاماسیون آن را به گویندگان خوش صدای کارآزموده وا می‌گذاردند. دکلاماسیون در ایران پیش از آن چنان با صدا سازی‌های افراطی و سانتیمانتال همراه می‌شد که سخت مصنوعی جلوه می‌کرد و در واقع به جای افزودن بر تأثیر شعر آن را از توش و توان می‌انداخت. در برنامه گل‌ها زیر نظارت شخص پیرنیا از این گونه زیاده‌روی‌ها پرهیز می‌شد و صدا روان و زلال شعر را می‌پرورانید و طبیعی است که بر تأثیر آن می‌افزود. گمان می‌کنیم که کوکب پرنیان نخستین گوینده و شعرخوان زن در برنامه گل‌ها بوده که چندان دوام نیاورده و نوبت به صدیقه سادات رسولی داده است که پس از پیوستن به گلها به توصیه پیرنیا نام روشنک را بر خود نهاده، شاید برای آن که شعرها را با روشنی کامل می‌خواند. روشنک خود می‌گوید از سال 1327 کار گویندگی در رادیو را آغاز کرده که تا سال 1334 دوام آورده است. برای این کار البته از یک آزمون رادیویی گذر کرده که در آن کسانی چون سعید نفیسی، صبحی مهتدی، حسین زاهدی و حسین قلی مستعان نقش داور را ایفا می کردند. پیرنیا به گفته روشنک در همان سالی که به رادیو منتقل شده از او خواسته که در برنامه تازه گلها شرکت کند. روشنک می افزاید که از سومین برنامه با آن همراه شده و با این شعر به میدان آمده است. طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. شب که خورشید جهانتاب نهان از نظر است، طی این مرحله با نور مهی باید کرد. گل‌های رنگارنگ روشنک به این ترتیب یک شبه ره 100 ساله رفت و با همان یکی دو برنامه نخست به شهرت رسید. صدای لطیف موزیکال و ادای درست و دقیق واژه‌ها و تأکیدهای بجا و ضروری بر آنها جاذبه بسیار برای او فراهم آورد. خود گفته است که از زمان پخش نخستین برنامه‌ها مردم به خصوص دختران جوان راه بر او می‌بستند تا شعرهایی را که خوانده است به خط خود برای آنها بنویسد. او هم برایشان این بیت حافظ را می‌نوشته که نخست موعظه پیر میفروشان بود که از معاشر ناجنس احتراز کنید. برنامه گل‌ها به مرور از همکاری گویندگان برجسته دیگری نیز برخوردار شد که در برنامه‌های آینده به برخی از آنان می‌پردازیم. تنها این نکته را بیفزاییم که همه این گویندگان بعدی صدا و ادای شعر روشنک را استثنایی می‌دانند، استثنایی که بر جذابیت برنامه گل‌های پیرنیایی می‌افزود. دلم سرگشته می‌دارد سر زلف پریشانت، چه می‌خواهد از این مسکین سرگردان نمی‌دانم.
وصال تو دل خود شاد می دارم. جز این درد دل خود را دگر درمان نمی دانم. عجبتر آن که می بینم جمال تو به هر جایی، نمی دانم چه می بینی. من نادان نمی دانم. روز و شب همه روشن به روی توست. همی دانم که روز و شب همه روشن به روی توست، ولیکن آفتابی یا مه تابان نمی دانم. زندان دو عالم گر عراقی پای بندم شد، به زندان دو عالم گر عراقی پای بندم شد، رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمی دانم. رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمی دانم.